بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید خودت. به نام آفریننده حافظه و ثبت کننده خاطرات. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. یاد این به نام خداهای قشنگ زورخونهی و پهلوانی بخیر. درود به هر کی که پهلوان صفته. خانم ها، آقایان، اینجا چلتیکه شماست، خوش آمدید. ایرانیان، ایران جان، سلام و احترام. بسم الله الرحمن الرحیم. چه چیزی میتونست انگشتر یا النگو رو از انگشت یا مچ دست پیرزن بیرون بیاره؟ چه چیزی میتونست پیرمرد کاسب رو راضی کنه تمام دخلش رو خالی کنه توی کیسه‌ای که بی اعلام عمومی و بی اطلاع رسانی از سرای یوسف آباد راه افتاده به سمت پایین شهر؟ تک تک چنارهای خیابون ولیعصر شاهدن که یه پهلوان راه افتاده بود و به اعتبار مرام، مردانگی و پهلوانیش تمام آدمایی که میشناختنش و اون نمیشناختشون حاضر بودن به اعتبار پهلوان تمام دار و ندارشون رو هدیه کنن. سوز سرمای پاییز در پیش بوئین زهرا و آوار خونه ها نذاشته بود آقا تختی دست روی دست بذاره و کنار شومینه گرم زل بزنه به مدالای ملبورن و هلسینکی و توکیو و یوکوهاما. چهار گوشه دنیا رو گشته بود، قهرمانای پنج قاره رو به دوشک دوخته بود تا امروز که صندوق به گردن انداخته بود و از پارک سایی راه افتاده بود. صندوق پرخالی می شد و هر بار پرخالی شدن صندوق دلگرمش می کرد. اعتبار پهلوان شده بود کامیون کامیون کمک بیمنت مردم، چند برابر اون چه که سازمانهای دولتی از بودجه دولت جمع کرده بودن. داشتم برای کسی تعریف میکردم هر چقدر ثروتمند و معروف باشی ته تهش یه سال، دو سال، اصلا 10 سال برات سالگرد بگیرن. باید پهلوان و تو دل مردم باشی که توی 50 و چندمین سال سالگردت هم هزار هزار نفر یادت باشن و سر مزارت جمع بشن. چرا؟ چون پهلوان توی این آب و خاک به کسی میگن که دل یه ملت رو به دست آورده باشه، مثل پهلوان ابراهیم یزدی، مثل پهلوان حمزه، مثل پهلوان احمد وفادار و جهان پهلوان غلام رضا تختی. Thank you.
نزدیک به 30 سال آقای تیک کلام ها کاری کردند که هیچ گزارش حساسی رو بدون گزارش و اصطلاحاتی که به کار میبرن نتونیم ببینیم، برامون دلچسب نباشه. اگه بخوایم به رسم خودشون صداشون کنیم، باید بگیم چغره خوش سخن، و برای 3 دهه خاطره سازی بگیم خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. بله خانم ها آقایان، با افتخار دعوت میکنم از گزارشگر پیروزی های غرورانگیز و شکست های تلخ، جناب آقای هادی عامل. سلام. سلام علیکم. من شرمنده کردم بابا. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. مدال طلا پاسخ شایسته ای برای این مردم. باور کنید من در مسابقات المپیک سیدنی وقتی برای آقای دبیر گزارش میکردم در فینال، خدا قسم میگه اگر من حتی یه جراحی میکردم اون لحظه نمیفهمیدم که بخواد اداره بکنه. دو خبر بگیره حریف رو به زیبایی بالا میره. حتی کاش توی 16 بعد امتیاز شیر و باد در نان پدر حلال دل آورد. چهار امتیاز، چهار امتیاز شیرین پس میکنه از حریف رو. تصویر چه صدای مقابل من نشست. مخلصم آقای علی مردانی بابا. من خدمت شما بینندگان برنامه قشنگیتون و از تهیه کننده و کارگردان محترم برنامه و عواملی که بنده رو دعوت کردن سپاسگزارم و خیلی خوشحالم که تو برنامه وزین و برنامه قشنگ شما حضور دارم. باعث افتخار حالی میده شنیدن این صداهای. مخلصم قربان. خیلی ممنونم. سلامت. خیلی لطف کردی قربونه مهر و ادبتون آقا. کلی چشم کشیدیم، کلی بیننده ها منتظر بودن شما تشریف بیارین. خواهش میکنم، افتخار برام. خاطره بازی کنیم و همه بدونن این مسیری که شما اومدید راحت نیومدید و شامل چیا بوده در زندگیتون. خب اونم دوربین شماست، اگه با بینندگان میخواین سلامی داشته باشین. خدمت بینندگان عزیز، دوستانان ورزش پر افتخار کشتی، اونایی که با پهلوانی مانوس هستن و به طور کلی با واژه پهلوانی یه مقدار آشنا هستن، خدمت همشون سلام عرض میکنم و انشالله که اوقات خوبی داشته باشن. انشالله. بفرمایید که جناب هادی عامل، خاطره ساز ما، ایران قشنگ ما، چه روزی، چه ماهی و چه سالی در کجا پا به عرصه وجود گذاشت؟ 10 مرداد 1334 در بیمارستان امام رضای مشهد من به دنیا آمدم. به به، خیلی هم خوش اومدید به دنیا. متشکرم. فرزند چندم بودین؟ من فرزند اول مادرم. از چند فرزند؟ از 10 فرزند. اوه، مسئولیت هم همه روش شما دیگه. حالا یه جورایی پسر بزرگ، یه مقدار پسر بزرگ داستان. من خودم مثل شما فرزند اول هم میدونم یعنی چی. پس پر جمعیت بودین. ولی یه خوبی داشت زمان ما، بچه های کوچیک به حرف میکردن. الان نه اینجوری نیست. بله بله. حرف گشکون بودن، یه چیزی میگفتیم بعد پدر نبود دیگه، من یه چیزی میگفتن نه کسی نمیگه. هرچی چش. اینش خوب بود، قشنگ بله بودیم. بله بله. وگرنه نمیشد مدیریت کنی. نه نمیشد. پدر مادر باید واقعیت‌ها رو بگیم دیگه. بله. صداقت داشته باشیم. چند تا برادر، چند تا خواهر؟ 5 خواهر 5 برادر. همم که در قید حیات هستن دیگه ان شاءالله. بله بله. خدا حفظش میکنه. همشون سلامت باشن. به خانواده محترم شما از اینجا سلام عرض می‌کنیم. خانواده بزرگ عامل انشاءالله که همیشه تندرست باشن. بله خوشحالی. مشهدی های دوست داشتنی سلام به روی ماهتون. مردی از خطه شما مهمان ماست که جز افتخارات کشورمون هستن. خواهش میکنم قربان. حرفه پدر؟ دبیر ادبیات، دبیر فرهنگ آموزش پرورش بودن و سال 42 پدر من وقتی لیسانس ادبیات گرفت کلا تو خراسان 30 نفر لیسانس داشتن. مثلا کلمه لیسانس ممچین آشنا نبود برای من. مثلا با کلاس خیلی با کلاس انقدر معمولی نشده بود. یک کتابخونه داشت باور کنین، اهل مطالعه، کتاب همه حالا حافظ و سعدی و مولانا و دیگه. منظورم اهل مطالعه بودن خیلی. قصه گوی کودکی شما هم پدرتون بودن یا مادر یا کی؟ هر دو بودن، ولی من بیشتر این مادر من نیشابوریه. نیشابوری هم حالا مادرم 6 کلاس سواد داره، ولی باور کنین سوادش خیلی بالا و شعرم میگه، شاعرم هست. یعنی من این واژه هامو ذاتن یه جورایی از مادرم بیشتر یاد گرفتم. یعنی یه شکلیه که تون صدام هم مثل مادرم، مثلا با تلفن صحبت کنه فکر میکنم مرده، مثلا اینجوریه. یعنی صداش بمم هست. این واژه ها و تون صدا اینا بیشتر به مادر رفته.
پدر مادر هر دو در قید حیاتن دیگه. پدر متاسفانه نه، ولی مادر روحشون مادرم مریضه خیلی، تو جا افتاده. دعا میکنیم برای سلامتی مادر شما، دستبوسشون هستیم، ان شاءالله که حالشون خیلی زود خوب بشه. سپاسگزارم. زنده باشین. خب چه جور بچه‌ای بودین آقای عامل؟ از چه نظر؟ آروم بودین؟ شیطون نه، بودین؟ نه شر بودم، خیلی شر. برادر خواهرها هم بازی بودن یا بیشتر تو کوچه؟ نه تو کوچه بابا، اون زمان خیلی فرق داشت دنیا. من خب 66 سالم، 10 مرداد تموم شد تو 67 سالم. این که میگم اگه مثلا از 7 سال دیگه میگم 60 سال پیش، از 17 سال دیگه نیم قرن پیش بوده، خیلی وقت پیش بوده. ما واقعا میامدیم از مدرسه یا دبیرستان تو کوچه بودیم دیگه، تا گشتمون میشد میام غذا میخوردیم، باز میرفتم موقع خواب میامدیم تو خونه، تو کوچه بازی میکردیم، حالا فوتبال بازی میکردیم، شیشه هم میشکردیم، خرابکاری هم میکردیم. نه زیاد الان این کارا نه، شیشه کم بود اون موقع، خانه یه طبقه بود، آپارتمان اینجوری نبود، بعدم زیاد الان این چیزا نبودم. مثلا اون زمان تیر کمون بود، من خودم دوست نداشتم تیر کمونو. مثلا به بچه ها میگفتم باور کنین اینا، من با مردم صداقت دارم، اصلا یه چیزی نیستی بخوام وارونه جلوه بدم. همون موقع به بچه هم بودم، بچه این گنجشکار تو رو خدا نزنین، نمیذاشتم، میگفتم بیام یه چیزی بزنیم نشونه بگیریم، مثلا پیتی بزنیم، چیز کنیم اینجوری. آقا کشتی در کودکی شما بوده؟ بله، من از 7-8 سالگی خودم کشتی میگیرم رو خاک، رو خاک. اصلا یه سر کشتی میگرفتیم رو زمین. 14 سالگی دستم شکست، با دست ادامه دادم تا 20 سالگی، انگشتم از کار افتاد، رفتم آلمان جراحی کردم. بعد هم مربی بودم هم داور بودم، اتفاقی اومدم تو کار گزارشگری که خدا رو شکر مردم صدای بنده رو حقیر رو پذیرا شدن و من احترام میذارم به این که و دوست دارم و خیلی خوشحال هستم از این که مردم صدای منو قبول کردن. ساده از کنارش رد نمیشم، ما خیلی براش ارزش قائلم، خیلی. دم شما گرم، باز دم شما گرم. بله آقا این صدا خاطره یه ایرانه، شوخی نیست که. کی اولین مربی رو دیدید؟ یعنی دیگه این ورزش همراه با راهنمایی و هدایت مربی پیش رفت. خب ما در مشهد زندیات آقای کریم محمدیان بودن، پدر کشتی خراسان. اولین بار ما میرفتیم باشگاه ایشون بودن، آقای حمید توکل بودن، بعد آقای عسکر ناجی مربی بودن در آموزشگاه. این مربی ها به این شکل بود. اما وقتی دیگه وارد اومدیم تو کار گزارشگری و اینها، یه مربی بزرگ بود که 3 دهه سرمربی بود، در دوران کشتیگیریش هم کشتیشون رو خیلی داشتم، استاد منصور برزگر بودن که ایشون هم واقعا سفرهای زیادی با ایشون بودیم و یکی از مربیان بزرگ دنیا هستن ایشون. در 19 سالگی شما یه حادثه بدی براتون رخ داد، درسته؟ اون دستم شکست 14 سالگی بود. 14 سالگی بوده؟ بله 14 سالگی شکست. با همون دست، با همون کشتیگرم 19 سالگی دیگه انگشتام از کار افتاد که رفتم آلمان جراحی کردم. گفتن دیگه نباید کشتی بگیری. خیلی هم سخت بود برام. خیلی گریه می‌کردم. دیگه خیلی نباید ادامه میدادم اصلا. تحت قراردادی بودین مثلا تیم ملی؟ نه من تا قهرمان آموزشگاه کشور شدم، دوم جوانان کشور شدم. این رده بود تا این نزدیکا رسیده بودم دیگه، همون لحظه داشتیم دیگه می اومدیم رو که دستمون اجازه نداد. حتی خب صلاح خدای دیگه، هر چی صلاح خدا بوده. شاید اون موقع خیلی ناراحت بودم، ولی الان میگم خوشحال اگه مثلا قهرمانم میشدم باز گزارشگر نبودم. اینی که خوشحالم الان که تونستم تو این بخش موفق باشم و نه به خاطر اون موفقیته، به خاطر اینکه با مردمی ارتباط عاطفی برقرار کردم. توسط گزارش کشتی با مردم ارتباط عاطفی برقرار کردم، مردم دوست دارم و حس میکنم اونا منو دوست دارن. قبلش هیچ وقت اصلا به گزارشگر کشتی اینا فکر نمیکردید؟ نه فکر نمی کردم، اما برادرم که مثلا کشتی میگرفتن، خب استاد بهمنش استاد ما بودن، استاد بزرگ کشتی بودن، واقعا خیلی گزارشگر بسیار خوب بودن، ما با سعی میکردیم گزارش کنیم مثلا کشتی رو با همون سبکی به تحصیل از ایشون تو کشتی های مثلا. بله مثلا بچه ها که تمرین میکردن من گزارش میکردم، ولی نه این تو فکرم نبود که من گزارشگر بشم، هیچ وقت فکر نمیکردم. همچنین تفریح برای خودتون گزارش آره گزارش ولی رفتین جلو رفتین جلو، حادثه و عدم ادامه کار موجب شد که خداوند شما رو یه مسیر دیگه، بله ببره توی مسیر دیگه و بشید آقای عامل ما. خواهش میکنم. دم شما گرم. واقعا جناب علی مردانی وقتی که
یه واژه رو به کار میبرم، بعد میبینم به دل مردم نشسته، خیلی احساس خوبی دارم، احساس خوشبختی میکنم، با هیچ چیم عوضش نمیکنم. نه اگه بگن دنیا رو بهت میدیم، اصلا هیچی برام مهم نیستونا. اون که مردم راضی هستن و اون مردم میبینم خوشحال شدن از یه واژه‌ای که به کار برده، یا از یک سری مثلا رفتم مسابقات نروژ گزارش کردم، مردم از گزارشم راضی هستن، خیلی خوشحال میشم، خیلی حس خوبی هم دست میده و روزی چندین بار از ته دل خدا رو شکر. جان دلم، جان خیلی ممنون که این احساستون رو به ما گفتید و با ما به اشتراک گذاشتید. ازتون دعوت میکنم خاطره ای رو با هم مرور کنیم. بله بفرمایید. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. به اتفاق همکارانم هم در گروه ورزش شبکه 3 برنامه دنیای کشتی به سالن باقرزاده مشهد اومدیم تا با معرفی یکی دیگر از باشگاه های کشتی کشور شما از آن رو آشنا کنیم با نحوه تمرینات این عزیزان. در کنار آقای رحیمزاده مربی زحمتکش که خودشون از دبیران ورزش هستند و اینجا به سالهاست که به کار مربیگری پرداختن، شاگردان زیادی داشتن، خسته نباشید میگیم با آقای رحیمزاده. آقای رحیمزاده در خصوص کلاس های کشتی و کشتیگیرانتون برای بینندگان عزیز ما توضیحاتی بفرمایید. به نام خدا، ضمن تشکر از حضور شما در سالن خیر باقرزاده، خیر مقدم میگم به حضور شما. من همینطور که فرمودین رحیمزاده هستم، مربی آموزشگاه های ناحیه 6 مشهد. خوشحالتون کرد این تصویر خاطر انگیز؟ آره، رفتیم به کوچه باغ خاطره ها، حدود 20 سال پیش است، حدودا 20 سال پیش. میدونم که هنوز عرق و عشق دارید به کشتی. 100%. چیه این کشتی؟ خودم نمیدونم، باور کنین، برای عشقه. این که عرض میکنم هنوز عرق و عشق دارین، چون انصافا شما اصلا فرقی قائل نمیشید. نونهالان گزارش میکنید، نوجوانان گزارش میکنید، جوانان گزارش میکنید، بزرگسالان. اصلا نباید فرق کنه. ببینین من مثلا آذربایجان غربی توی مسابقه بوده، دو روز قبل یه روز قبل به من گفته بلیتم گیر نمیده، با ماشین بلند شدم رفتم مینی تهران، تهران آذربایجان غربی، بعد نوجوانان بوده، گفتن آقا ما هم دوست داریم شما برای ما هم گزارش کنید. یا از المپیک میام میرم تو روستا، میشینم تو خاکا، تو بارون، تو برف، کشی چوخه گزارش میکنم، افتخار میکنم به این بین که در کنار مردم باشم، فرق نمیکنه روستایی باشم، اینقدرم حال میکنم. یه روستایی میاد میشینه رو به آفتاب، بدون عینک ضد آفتاب، بدون کرم ضد آفتاب، میاد رو به آفتاب میشینه 7 ساعت 8 ساعت کشتی رو نگاه میکنه، مؤدب، اصلا خیلی فضای قشنگی داره واقعا تو روستاها کشتی چوخه، اون اصالت خودش، اون فرهنگ خاص خودش و اون فرهنگ وقتی باقی مونده آدم حس خوبی بهش دست میده. برام فرق نمیکنه هر جا بگن نوکر مردم هم هستم، خاک پاشون هستم و میرم. شما که تاج سرید، ولی دمتون گرم، چون واقعا احساس بسیار خوب، امید و انگیزه خصوصا تو نونهالان نوجوانان ایجاد میکنه که قراره در آینده یا در همون زمان پرچم کشورمون رو ببرن بالا. درود بر شما، درود به این حسن خلقتون و اینکه فرقی قائل نمیشید. شما برای سه نسل کشتیگیر گزارش کردیم. بله. خیلی آقا. همین آقای دبیر، علیزاده دبیری که الان رئیس فدراسیون هستن، من 1992 مسابقات نوجوانانشون کشتی میگرفتن براشون گزارش کردم. المپیک سیدنیشون رو که طلا گرفتن براشون گزارش کردم، که اون گیاسی سولی برد، تربرانز رو برد و بعد از اونم بوسلیویج تو فینال برد و طلا گرفت. رئیس فدراسیون قبلیمون که آقای رسول خادم بود 1996 که این هر دو مسابقه رو استاد برزگر حضور اون سرمربی بودن، به اونجا برای آقای رسول خادم من گزارش کردم. این سن است که فرمودین دقیقاً، حالا اینا اومدن شدن مربی، بعضیا سرمربی، بعضیا رئیس فدراسیون و در جاهای مختلف،
و هم فرمودین سه تا نسل. عرض کردم، خواهش می‌کنم. شاگرد داشتین آموزش بخوان از شما یاد بگیرن گزارشگری ورزش رو؟ ببینید یه دوره که در زمان آقای صافی کلاسایی می‌ذاشتن در زیبا کنار، من اونجا مدرس بودم و در کارگاه آموزشی من تدریس می‌کردم برشون. الانم وقتی دوستانی که میان با کنار من باهاشون گزارش می‌کنم، باور کنین در کمال صداقت به خدا هر چی بلد باشم بهشون میگم. من میگم این نیست که، و بعض وقتا مثلا یه تایید کننده میگه که مثلا خودت هستی دیگه، نه میگه آقا اونم بذاریم بیاد، آقا ایکس هم بیاد، چه اشکال داره؟ هیچ کس جای کسی رو نمیگیره. کارم برای همه اصلا اینقدر شبکه زیاده، قد مسابقه زیاده، اصلا این میخواد یک کشتی من 10 تا گزارش کنم بذار 5 تا گزارش کنم، این حرفا نیستش. و خودم استقبال میکنم و هر چی هم که بلد باشم میگم. ولی اگه صدا سیما هر موقع کلاسی بذاره که قرار باشه ما تدریس کنیم، در کمال افتخار هر چی بلد باشیم بهشون میگیم، و این به نفع مملکتمونه، به نفع ورزشمونه، به نفع کارمونه، این میتونه ارزشمند باشه. علی، به هر حال من میگم تمام دوستان ما سعی میکنن که با همون عرق ملی که آقای طالقانی گفتن گزارش بکنن، مخصوصا تو گزارش‌های با تیم‌های خارجی دیگه. یعنی جواد وقتی که یک تیم خارجی در مقابل تیم ملی فوتبال ما قرار میگیره، واقعا همه رو احساساتی میکنه و من خیلی خودم دوست دارم که مثلا تیم ما 7-8 گل بزنه. یا همینطور هادی عامل عزیز با اون گزارش‌های واقعا کوبنده و قشنگش وقتی گزارش میکنه، من دوست دارم که مثلا کمتر از ضربه فنی رضایت نمیدم. هادی اینطوری هست واقعا. حالا اتفاقی هم افتاده تو گزارشات جان مثلا برات که خیلی این احساس از دستت خارج بشه، این عرق ملی به قول معروف چیره بشه، که مثلا حساب کار گزارش از دستت در بره؟ شده در کلاس ها که به ما میگن آقا گزارشگر نباید احساسی بشه، اما ما ماشین که نیستیم، آهن هم نیستیم، انسانیم و مملکتمون رو دوست داریم و کار گزارشگری هم یعنی بیان احساس، جدا از اون مسائلی که خب فنی رو مقدار میدونیم، خب بیان احساسه. و باور کنین من در مسابقات المپیک سیدنی وقتی برای آقای دبیر گزارش میکردم در فینال، خدا قسم میگه اگر من حتی یه جراحی میکردم اون لحظه نمیفهمیدم، اینقدر تو اون حالی بودم که در حال کشتی و گزارش و اون همه وجودم طرف گزارش کردن بود و دوست داشتم که دلاوری های این جوون رو و بقیه فرق نمیکنه، حاجی داده رو مثلا در مسابقات جهانی تهران یا دوستان دیگه، آقای حیدری در فینال یا آقای این دیگه آقای طلایی و همه عزیزان رو، اسم خاص نبرم، همشون رو دوست دارم، در اون لحظه واقعا با تمام وجود گزارش میکنم و سعی میکنم این هنر این عزیزان رو یه مقدار جلوه بدم و این پیروزی رو مردم عزیز رو شاد کنم با پیروزیشون. بسیار متشکرم. بله، البته حتما همه میدونن هادی در سال گذشته در سال 81 به عنوان بهترین گزارشگر بله. انتخاب شد که واقعا حقش هم بود. از همینجا هم تبریک میگیم هادی، ماشاءالله دی. اثر لیگ کشتم ایشون به عنوان بهترین گزارشگر انتخاب شد. بله، لیگ کشتم. در سریال پایتخت آقای مقدم و حالا با آقای ترامنده قطعا دیدن که این بجز این صدا خواهش میکنم هیچی دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. شما حالا با تیک کلام های مخصوص که دیگه تو دهنا افتاده و جا افتاده خاطره شده برای همه، میگه حتی توی سریال سازی که میتونه یک بازیگر یه صدا پیشه اون نقش یه نقش محسوب میشه رو ایفا بکنه، میگن نه آقا خود متخصصش بیاد، خود اون صدای آشنای در خاطرها مانده بیاد. و این خیلی تجربه شیرینی بود برای مردم تو اون سریال. خودتون چه حسی داشتین؟ ببینید اول که آقای مقدم به من زنگ زد، من گفتم چون از مشهد میخواست بیام برم، روزای عیدم بود و اینا، گفتم اگه ایزه بیدیم مؤدبانه، گفتم اگه میشه که همکار دیگه مون بیان اینا، من دیگه گزارشگر کشتیم، این فیلم و اینا وقت ندارم و یکم گرفتارم و این حرفا. بعد ایشون اصرار کردن، خیلی آدم بزرگی هستن، خیلی دوست داشتنی، مؤدب، استادن و خیلی واقعا من ارادت خاص به ایشون دارم. وقتی اصرار کردن دیگه بی‌ادبی بود بگم نه، رفتم و بعد اونجا با شخصیت آقای تنامنده آشنا شدم که چقدر آدم توانمندی. آقای تنامنده اگر کشتیگیر میشد یه قهرمان بزرگ، خیلی با استعداد بود. این دلیلش میگم ما بدل گذاشته بودیم فنای سخت، اگر نتونستم بدل بزنه هر فن یه بار میگفتی میزد، خیلی موقع با استعدادی شد. اونم خاطره خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود، یه کار خاصی بود برای بنده و خوشحال شدم که تو این حضور خیلی خاطره انگیز شد. بله بله، اون کشتی اصلا به این دلیل توی اون سریال مهیج شد و شورانگیز شد، واقعا با
باور کنید خیلی سخت بود. حالا ضعیف میشد اگر شما نباشید. بله بله، چون مناسباتش متفاوته با کشتی واقعی. بله بله بله، خیلی سخت کات میخوره. ها همون کاتا بکشین، کات میخوره، هیجان میخواد بیفته، شما دوباره میخواید برگردی. این یه جور در ما تو یه کشتی آقا تنامنده یا خسته میشد، میگفت یه بریدم نمیتونه، یا موهاش خراب میشد مثلا، یا هزار مشکل پیش میامد. یه کشتی مثلا 20 بار کات داده میشد. خب من وقتی گرم میشم میخوام بیفتم رو قرتک اون حسه بهم دست بده، خب باز کات میشد. دوباره ما گفتم باید اون حسه رو به دست بیارم. خب سر میکردم میگفتم یه سب کنیم بیام تشما میبستم اون حسه رو میگرفتم دوباره میرفتم دو حسش که بالاخره. چون آره. این روش معمول شما نیست تو سریال سازی و اینها گیر افتادید. بعد میدونی چیکار میکردم که این یه مقدار جناب علی مرادی آقای مردانی که از کار خودم حداقل راضی بودم، من اونجا میگن هادی عامل اینجا مسابقه جهانیه، فرق نمیکنه چی کارن، جهانی پیشکسوتانه، تو اس کن الان مسابقه جهانی پیشکسوتانه داری گزارش میکنی. تو اون قالب میرفتم، از اون فضای فیلمی دیگه میومدم بیرون، فکر میکردم الان مسابقه جهانی پیشکسوتانه و ما داریم ایران داره کشتی میگیره. نقش همیشگی خودتون رو ایفا کردید. آره دیگه، دیگه نقش اصلی مون. دمتون گرم، خیلی طبیعی شده بود. آره خیلی قشنگ شده، یعنی واقعا ما یادمون میرفت که سریال داریم میبینیم، احساس میکردیم واقعا یه کشتیه و برای کشورمون خیلی مهمه. خدای نبازیم، خدای نبازیم. و مثل همیشه باز صدای شما اون شور و هیجان رو ایجاد کرد. بازم بگم دم و بازدمتون گرم و همیشه پرتنین باشه ایشالله. خاطر انگیز بود برای خودم. واقعا خیلی هم ممنونیم از شما که در ساختن این خاطره ما برای این فیلم یه هفته قبل از عید اسفند ما رفتیم برای اون قسمت ایرانیش، تو ایام عیدم یک هفته اومدیم سالن هفتمیتی رو، یعنی دو تا هفت روز 14 روز تو پیک کاری عید و اینا درگیر همین سریال بودیم که خیلی در نهایت پر زحمت کارشون خیلی مشکله و بهشون خسته نباشید. در خلال کلامتون چندین بار یک اسم رو به زبان آوردید، اسمی که از پیشکسوتان و بزرگان این حرفه و رشته هستن، جناب آقای منصور برزگر. بله، سه دهه‌ای که گفتین، سه دهه ایشون هم سرمربی بودن، زمین که خب قبلش قهرمان جهان، نایب قهرمان المپیک و یکی از ستارگان ما بودن در کشتی. این سه دهه‌ای که من گزارشگری میکردم همه جا استاد برزگر بودن و من خاطرات زیاده با ایشون دارم. همیشون هم شما از افتخارات ایران هستید، بنابراین خیلی 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 افتخار بزرگیه که من امشب هم با شما گفتگو میکنم، هم تا دقایق بعد آقای برزگر امشب مهمان برنامه است. آقای برزگر هم در خدمتشون هستیم. چه شود، چه شود. خیلی خوشحال شدم برای من هم افتخاره. زنده باشید، قربون شما. جناب عامل رخصت بدین که مهمان عزیزمون رو دعوت بکنیم به ما بپیوندن. خواهش میکنم. بفرمایید. متشکرم، خیلی ممنون. هم قهرمان و مدال‌آور، هم قهرمان ساز و هدایت کننده. در واقع هر جا کم می آوردیم یه اسم بود که توی بزنگاه به دادمون می‌رسید. برنده طلای جهان و نقره المپیک، هدایت کننده نسل جدیدی از مدال‌آوران آسیا، جهان و المپیک. خانم ها آقایان، با افتخار دعوت میکنم از قهرمان جهان و مربی پر افتخار کشتی ایران، جناب آقای منصور برزگر. سعادتی بود که خدمتتون برسید. برای بنده افتخار قربان. ای قربون چشماتون. آقا سلام، عرض ادب. حالتون خوبه ان شاء الله؟ خیلی تشکر میکنم. خیلی ممنون. در خدمت شما هستیم. خدمت که از ماست. چی شد آقا؟ الان من دستام میلرزه. واقعا دو تا از بزرگان، پیشکسوتان، انسان‌های با اخلاق، آموزگاران بزرگ ورزش، خیلی خیلی افتخار برای من جناب برزگر عزیز به ما پیوستین و همطور جناب عابل هم که مشغول گفتگو بودیم، خیلی خوش سخن و
و شیرین کلام داشتیم، لذت می‌بردیم. حالا دیگه مجلس خیلی زیباتر هم شد. جناب بازیگر، دوربین شماست، اگر سلامی با بیننده ها دارید ما هم خوشحال می‌کنیم. به نام خدا، با سلام خدمت هم میهنان عزیزم و تمام جامعه کشتی و جامعه ورزش و همه ورزش دوستان و همچنین اعضای محترم هیئت برگزار کننده این برنامه و تمام کسانی که دستن در کارن و از همه کسانی که از کشتی میگن و از کشتی مینویسن، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. من همچنین تبریک میگم به جامعه کشتی و همه کشتی دوستان، موفقیت های تیم کشتی رو در مسابقات جهانی جوانان. ممنون از شما. جناب عامل، اگر از شما خواهش کنم که سه کلمه بگید، سه کلمه که در اون سه کلمه تعریف مختصری از جناب برزگر باشه، چی میفرمایید؟ میتونم بگم که تداوم کارشون، یعنی سه دهه کار کردن، بسیار ارزشمند بوده و ایشون خدمت زیادی کردن به کشتی ما. خیلی. خب من یک کلمه‌شو فهمیدم، میشه تداوم پایمردی. بله بله. یک کلمه دیگه بفرمایید. دیگه تعلیم و تربیتی کردن، آموزگار. بله. و اون استقامتی که داشتن، تونستن تداوم داشته، یعنی استقامت خیلی مهم بود. یعنی یه مربیگری، وقتی یه مربی 5 سال 10 سال کار میکنه خسته میشه، ولی استاد همیشه اصلا دوچار روزمرگی نشدن. تو سه دهه که من افتخار داشتم گزارش میکردم، استاد همیشه اون طراوتشو داشت، شادابیشو داشت و خیلی دقت داشت به کار خودش و این خیلی ارزشمند بود. پس شد پایمردی، آموزگار بودن و خستگی ناپذیر. خستگی ناپذیر، بله. خب جناب برزگر بزرگوار، بفرمایید که چه روزی، چه ماهی، در چه سالی و کجا پا به عرصه وجود گذاشتی؟ من 9 اسفند 1326 در محله عباسی خاکی در تهران به دنیا اومدم، ولی بزرگ شده و شاید تربیت شده و حتی کشتی و زندگیمو توی سرسبیل و آریانا و مرتضوی اون منطقه سیمتری جی اونجا بزرگ شدم و تمام دوستان و رفیقا و بچه محله ما مال اون منطقه. فرزند چندمی؟ من فرزند ششمم. البته بین ما دو تا بچه هم از بین رفته، یه خواهر و یه برادر. خدا رحمت شما کنه. از ما چند فرزند؟ ما 6 تا برادر و یه خواهر بودیم که من ششمین برادرم، کوچکترین برادر خانواده و خواهرم هم من کوچکتر. چه جور کودکی بودی؟ آروم بودی؟ شیطون بودی؟ نمیدونم. من خیلی شیطون بودم، خیلی کارهایی رو میکردم اینا از در کودکی اینا و خیلی هم جنگ و جدال زیاد میکردیم تو کودکی. درس و مدرسه چطور بود؟ من 7 سالم بود که پدرم از دست دادم، روحشون شاد، تا کلاس ششم ابتدایی درس خوندم و بعد مجبور شدیم بریم سر کار. سختی پس خیلی زود شروع شد برای شما. مال ما از همون وقت هم که به حساب درس میخوندیم تابستونا باز میرفتیم سر کار. دایی من آهنگر بود، میرفتیم مغازه ایشون آهنگری میکردیم. بعد تصدیق شیشه گرفتم رفتم مکانیک. تو کودکیتون کی برای شما قصه میگفت؟ مادرم. مادر؟ به یاد داری؟ دوست داشتین؟ اصلا یه قصه نمیگو، ما خوابمون نمیبرد باز قصه میگو. خب دو مهمان گرانقدر داریم. از جناب عامر درخواست کردم که تو سه کلمه خلاصه ای از تعریف شما رو بگن، حالا همین درخواست رو از شما دارم که در مورد جناب عامر بگید. تو سه کلمه بخواید خلاصه کنید چه چیزهایی بیشتر مد نظر؟ من از خانواده عامر باید بگم که خانواده کشتی، واقعا یعنی با کشتی اینا عجینن و همه زندگیشون کشتی. پس کلمه اول بگیم ریشه دار. بله ریشه. کلمه دومش اینه که ایشون واقعا
خانواده تحصیل کرده ای هستن، خانواده بسیار محترمی هستن و بی نیاز از این که تملق کسی رو نمی کنن و با حقیقت زندگی می کنن. پس دومی شد صادق. سومیش هم تو گویندگی شور و هیجانی به وجود میاره که فکر کن که الان شما داری تماشاچی داره کشتی میگیره. نه کشتی الان هم چند تا چیز گوشتن، دو تا موش داره با هم پشتی میگیرن و صدایشی میگوشن و واقعا جالبه. به اونم میتونه هیجان بده. بله من با بهمنش خب بیشتر کشتی های ما رو ایشون به حساب مفسرش بودن و اینا، خب ایشون هم واقعا استاد بزرگی بودن، ولی از زمانی که آقای عامل دیگه اومدن مفسر کشتی شدن باید بگیم که پرشور و پرهیجان در به. تفسیر کشتی های ما لاد داریم قربون. برای سومی هم شد ماهر در کار. در کار ریشه‌دار، صادق، ماهر در کار. چطور به کشتی علاقمند شدین و وارد ماجرا شدین؟ از آقای عامل پرسیدم، خیلی زیبا هم توضیح دادن و به زمان خودتون میشنویم یه مزه دیگه ای داره. در دوره ما اگه یکی میگم من ورزش کارم یعنی کشتی گیره. ما که بچه بودیم تو محل ما همه کشتی میگرفتیم. اینجوری نبود که مثلا کسی بیاد به ما، زندگی ما کشتی بود. تو خونه با داداشا کشتی، تو کوچه با بچه‌ها کشتی. پاییز که میشد، الان من پاییز میبینم، بلگا که میریخ واسه ما میشد دوشک کشتی. خانواده ما هم خانواده کشتی بود. برادرام، دو تا برادر داشتم به نام حسین و علی که محروم شدن، خدا رحمت شده، خدا انواد شما هم بیامرزه. ما از 6 تا 4 تامون رفتم، 2 تامون روحشون شاد، خدا شما سلامت نگه داره. اصلا تو خانه کشتی بود همش و این کشتی تو من فکر میکنم اگه 20 بار دیگه هم به این دنیا بیام من بس کشتی میگیرم. هیچ ورزشی منو ارضا نمیکنه جز کشتی. آقای عامل میشه ازتون خواهش بکنم؟ شما میدونم خاطره دارین از آقای ورزیگر. خیلی زیاد. یکیشو انتخاب کنیم. مسابقات اجزه میگیرم اینو. یکم فرق داره، متفاوت تره. تا الان هیچ جا نگفتم اینو. مسابقات جهانی 1991 وارنا بود. آقای یوردانوف بود، خیلی کشتیگیر خوب و واقعا یه کشتیگیری بود که عجوبه بود، عجوبه بود ها. بعد تو کشور خودش هم بود، بلغارستان وارنا، بله، با مجید ترکان. ما سال قبل هم مجید ترکان تو 90 برده بودش تو ژاپن، اول دنیا شده بود. یه یعنی اومده بود انتقام بگیره، خلاصه یه جا خاکش کرد، این سگک رو خطا کشید، واقعا خطا کشید، از نوعی بدش هم خطا کشید، داشت کمر این تفلک میشکست. بعد آقا بازیگر ای به داور گفت آقا این خطاست، اون تفلک هم انداختم. حالا الان میگم، اول گفت خطا، بعد هوله رو انداخت، دید فایده نداره، داورم میخواست حال بده به این یوردانوف، دیگه اونجوری مثل زیا کمر میشکست یا ضربه باز میشد، اونم استقامت میکرد، داد میزد تفلک بچه با غیرتیه. آقا بازیگر دید فایده نداره، رفت پای کشتی گیره رو گرفت کشید، پای یوردانوف وسط کشتی دوبی تامدین گرفت کشید، از روی مجیدترکان راحتش کرد و دیگه بعد حالا کارت قرمز دادن و داستان زیاد بود، ولی اون نجاتش داد از دست آقا درمت گرم. خاطره بود برای من. چقدر جالب بود که اصلا بودم اشکه. بله خیلی جالب بود که اصلا قید قوانین رو بذاره وسط کمر بچه‌مون نشکنه، بره وسط دوشک پای کشتی گیره رو میگه یه چیز من تا حالا ندیدم. این همون مسابقه بود، خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. بله هیچ وقت
روبرو شدید با آقای تختی؟ من متاسفانه نه، آخرین دوری که مسابقات انتخابی بود سالن هفتتی ما اومدیم واسه تماشا سال 1966 تولیدو؟ انتخابیش انتخابی تولیدو بله. بعد اینقدر شلوغ بود سالن، جا نبود که ما حتی اومدیم از دیوار از اون پشت بریم بالا، دو تا باتون هم خوردیم و دیگه نتونستیم. من از سال 68 رفتم اردو، ایشون هم که همون سال که برگشتن سال فوت کردن دیگه، حالا با اون برنامه‌اش دیگه نمیدونم، ولی نتونستم من هیچ وقت روبرو نشدم. خدا رحمت شکنه. ولی همه جا همه وقت همه دوستانی که باهاش بودن ازش صحبت میکردن و خاطرات بسیار تلخ و شیرین رو ازشون میگفت. آیا حامد به نظر شما چی باعث میشه که یه آدم این همه سال بمونه؟ آتختی عرفی در حضور استاد من جسارت میکنم به لحاظی که من خیلی دوستشون داشتم، از دوستانی که با ایشون بودن وقتی هر جا میدیدم سعی میکردم بپرسم و خیلی کنجکاو میشدم، خیلی ریز میکردم، مسائل رو سوال میکردم مختلف از ابعاد مختلف در مسائل مختلف از ایشون و علاقه زیاد دارم. ایشون همیشه میگم آقا تختی، مسابقات جام تختی رم همه مسابقات چه رفتم به احترام ایشون گزارش کردم، با افتخارم گزارش کردم. اما سوال شما ببینین، آقا تختی اولا گذشتی زیادی داشت، همجا میدیدین گفت حقش خود نداره، مسئله نیستش. بعد از این گذشته به همه چیز رو برای همه میخواست، برای خودش نمیخواست، خودش آخر میذاشت. مثلا میگفتن آقا اسم بدین 10 تا که برای استخدام کنیم تو راهان، این اسم خودش آخرین نفر مینویش. میگفت چرا شما بزرگتری؟ اول میگم نه، اگه خط قرار شد بخوره بذار من خط بخورم. یعنی همه چیز رو برای همه میخواست، این نبود که برای خودش همه چیز بخواد. بعدم برای جایگاه کسوت پهلوانی یه جایگاه خاص خودش تعریف شده ای داشت و سعی میکرد اون چیزایی که داره رو، جوایزی که میگرفت تو محله خودش میداد، آدمای ضعیفی هستن کمک میکرد تا اینکه خودش هیچی به صفر میرسید. خیلی ویژگی‌های خیلی زیادی داشت و دوستاشو خیلی علاقمندی زیاد داشت. یه جایی محله که میرفت مثلا با یه کشتیگیری در سطح پایین‌تر همه آقا تقدیر تشویق میکردن، یه قدم میومده عقب میگفتی بابا اینم تشویق کنه، اینم دوست منه، فلان اشاره میکرده که دوستم تشویق کنه. ولی من دیدم بعضیا مثلا دوست دارن که خب همه چیز به خودشون ختم بشه. این بزرگی و این معرفت ها، این گذشت ها، اینا همه باعث شد که آقا تختی بشه آقا تختی. و یه مطلب بگم، اینو خدا بی جد بیه که عزت نمیده. اگه خدا به آقا تختی عزت داده بزرگ بوده که بشه عزت داده. چرا لقب جهان پهلوان بهش دادن؟ به خاطر اینکه هم قهرمان جهان بود هم قهرمان المپیک بود و بیشترین مدال رو داشت تا اخیراً دارن رکوردشون میزنن. کنار مدال اگه 100 تا مدال هم داشته باشی به نظرم پوریای ولی وقتی میخوره زمین میشه پوریای ولی، به خاطر آرزوی مادر. وگرنه کشتیگیرانی داریم که از آتختی بیشتر مدال گرفتن ولی به ایشون لقب جهان پهلوان داده شده. ایشون جهان پهلوان، خیلی آرام جهان پهلوان میگن، ولی باید نگاه کنیم که ببینیم تختی چه کارهایی رو میکرده، چه جور از خودش گذشته، در چه جاهایی گذشته. خودشو به هیچی نفروخته شده تختی. قضیه بوئین زهرا وقتی اومد برای زلزله زده آن، بوئین زهرا دامن به حساب گرفت و گریزون کرد و برای اونا برد، مستقیم برد به اونا داد. و ایناست که میشه تختی. امیدوارم که جوانای ما که نتونستیم، جوانای ما راه ایشون رو برن و ما دوباره تختی ها داشته باشیم. انصافا گذشته از همه این مقام ها و مدال ها، مقام ایشون در اخلاق و کردار و نکاتی بود که هر دو بزرگوار فرمودید. همچنان موافق هستید که بله کلیپ رو ببینید، تصویر رو ببینید. ما میگیم کمتر دیده شده و تختی
پس از یک دوره کنارگیری از مسابقات جهانی 1965 به توصیه دوستدارانش به تولیدو رفت. دور اول مسابقات حریف مجاری خود را بازدید و کنده دست برشکن به زمین کرد و این تنها پیروزی تختی در تولیدو بود. حریف بعدی تختی هایک از ترکیه بود. هایک غفلتاً از گارد باز تختی استفاده کرد و دو خمش را به چنگ آورد. چیزی نمانده بود که هایک پایش را میان دو پای تختی انداخته و او را به خطر اندازد. اما وقتی با عصر عمل تختی مواجه شد، منصرف شد و تختی در خاک نشست. این کشتی به سود هایک تمام شد. حریف بعدی تختی الکساندر مدوید، پنجمین حریف شوروی او پس از سیما کوریتسه، بوریس پلایر، آناتولی آلبول و گوریچ بود که تختی با امتیاز به او باخت. چطور بود آقا؟ دیده بودین؟ کشتی اولشو نه، تلفیق چند کشتی، بخشی از کشتیاش بود که ما دیده بودیم، ولی کشتی اولشو تا حالا فکر نکنم تلویزیون پخش کرد، چون چند کشتی بودیم. کشتی آخرش با احمدایی که اینا که چرا با مدویدم به همین شکل، مربوط به المپیک 1964 توکیو بود که اون سال چهارم شد آقا تختی. و باز اینو بگم که در همون سال با مدوید کشتی رو آقا تختی گرفت، اونجا زیرا رو آقا تختی گرفت. اما بگه ما داوری خیلی به نفع اونا بود، یه مقدار داوری بی تاثیر نبود. البته آقا تختی هم دیگه سنش بالا رفته بود و چهارمین المپیکش بود. درود بر شما جناب ورزگر. اولین باری که به المپیک رفتید و مسابقه دادید به خاطر دارید؟ بله. چه سوالی داشت؟ چطوری انتخاب شدید؟ ما که یه حریفی داشتیم خدا بیامرزش، محمد فرهنگدوست، گردنش آسیب دید نتونست کشتی بگیره. تو مسابقات انتخابی هم من مریض شدم، بعد اومدن کشتی گذاشتن بین من و یعنی وسط کشتی دیگه، من قد کردم رفتم بین من و آقای زرفشانی از کرمانشاه و یه آقای بزرگی بود بچه کن بود و من اینا رو بردم و انتخاب شدم رفتیم به المپیک. خاطرات خیلی تلخی ما از اونجا داشتیم، به خاطر اینکه اون تیمسار حجت، تیمسار دیوانه، اومد تو اردو با آقای عبدالله مبید که کاپیتان تیم ملی ما بود، سر موضوعی بحثشون شد و که کار به تعطیلی اردو کشید و کار خیلی پیچید و این قضیه همینجور ادامه پیدا کرد تا المپیک. و وقتی هم که المپیک بسا بچه‌ها خوب کشتی نگرفتن که موجب محرومیت سید عباسی و ایشون و آقای قربانی شد. ولی من اونجا کشتی هایی که گرفتم، یعنی اگه اون کشتی سال قبلش من توی بلغارستان به عنوان رزرو به آقای فرهنگدوست رفتم و یه کشتی گرفته بودم، امکان نداشت من اونجا بدون مدال برگردم. من دو المپیک مونیخ، البته استاد بله دیگه، اولین المپیک و مونیخ، المپیک مونیخ. من اونجا قهرمان روس، قهرمان جهان بود سال 1971 که من ضربه کردم 13. ژاپن قهرمان آسیا بود، اونم من با اختلاف بردمش، اختلاف 12 بردمش.
کشتی منو مجار خراب کرد، اومد وایساد جلوی من، هر چی فرار کرد بهش پوان ندادن، دو نیم ما اون وقت پوان منو خراب کرد. یعنی اگه اونو برده بودم 1.5 امتیاز داشتم، حتی به زیگرم میباختم باز. بعد کشتی گرفتم با زیگر، داورا نمیذاشتم من کشتی، من اونو خاک میکردم، اون تو خاک خوب میپیچید و بدلکاری اینا میکرد، من بعد تو خاک نگرش میداشتم. ولی تا من میادم نگر دارم، داور علاوه بر اینکه سرپا نمیداد به من اخطار میداد، میگه باید روش کار کنی. خیلی کشتی پیچید و من کشتی رو اونجا بهش باختم. این خاطره خیلی، من پنجم شدم اونجا. آقا از اونجا 2.5 داشتین امتیازی که باختین؟ خب به اینم ضربه شدم، شد 6.5. آره آره، من فکر کردم امتیازی باختین. نه آخرها وقت مثل اینکه خسته شدید. نه خسته نشدم، گیر انداخت منو، این یه پاروکار رو گرفت و گیر انداخته که بعد من اومدم. بعد وقتی اومدیم تهران من باش مساوی شدم، بعد ایشون رفت به بلغار باخت مساوی جهانی تهران، من رفتم بلغار و روسا بردم، من اول شدم. بعد ایشون دیگه رفت 82 تا. اونجا اصلا داور من همجور را میرفتم هی به من تذکر میداد، اختار میداد، نداش اصلا من، یعنی خدا بیامرز علی غفاری میگه مچ پاشه بگیر نگه دارم، من میمادم نگه میدارم، داور به من اختار میداد، داشتن سختارم میکردن. اونجا این کشتی از دست ما در رفت دیگه. آقای عامر شما چطور کشتی گیری بودید؟ شما ارتباطتون با کوچ چطور بود؟ حالا من در زمانی که خب کشتی میگرفتم در سطح خودم، در سطح کشور بود و آموزشگاه کشور و جوانان کشور که دوم شدم، حالا نفر اول مثلا آقای رضایی بود که خودش عنواندار دنیا شد. بعد حالا موقع سعی میکردم که خب به حرف مربیم بکنم، اما این نکته رو بگم، باید مربیم یه وظایفی داره، مربی باید یه کاری بکنه به اعتقاد من که کشتیگیر اونو قبول داشته باشه، اعتمادش رو جلب کنه، اعتماد داشته باشه بهش تو همه چیز، یعنی تو یه سری رفتارهایی رو که انجام بده، تا بجز حالا بحث تکنیکی یه بحث دیگه جدا از بحث تکنیک و کشتی، هم تو همه چیز باید یه کاری بکنه که شاگردش اون رو قبول داشته باشه. وقتی اون اعتماده باشه، اونجا وقتی بهش بگه هر چی دیگه بگه چشمسته قبول میکنه. اما کشتیگیر اگر یه چیزایی رو از مربی ببینه که بعد بهش اعتماد نداشته باشه، دیگه به حرفش گوش نمیکنه و اون ارتباطه دیگه قطع میشه اونجا، و این خیلی مهمه. حالا در زمان ما که ما کشتی میگرفتیم تو سطح خیلی بالایی نبود دیگه، به سطح کشور رسیدیم، دستمون اجازه نداد، نتونستیم، ولی تو همون سطح خودش هم که تو استان تو کشور کشتی میگرفتیم، وقتی مربی صحبت میکرد سعی میکردم به گوش کنم به حرفاش. ولی میخوام یه خاطره هم بگم، حالا برای برنامه هم یکم برنامه عوض بشه، یه خاطره بگم. یه مربی داشتیم، اسم نمیبرم، خدا بیامرزدش، خیلی هم برای ما زحمت کشیده بود. اینا من جوانان کشتی میگرفتم، با یه حریفی داشتم یادم اون کرمانشاه، البته من سال اول جوانانم بود و اونم فکر کنم شناسامش یکم دستکاری شده بود، چون بدنش قلوه عضله، من میخوردم بهش، میگفتم مثلا به بر خوردم، میپریدم هر کار میکردم مثلا زورم نمیرسید بهش. صدقه اول آقا هر چی رفتیم زیر ما رو میزد، مثلا دیگه هر کار میخواست با ما میکرد، دیگه بر میزد. بعد من رسیدم اونجا مثلا 5 تا 6 تا 7 تا چه میدونم از ما پوان گرفته بود و من یه پوان هم نگرفته بودم ازش. اینا رسیدم رو صندلی نشسته بودم، بعد زورم چون نمیرسید بهش، کوچیک بودم، سنم کم بود، گریه میکردم، یادمه داشتم گریه میکردم چون زورم نمیرسید بهش، هر کار میکردم تو شهر مشهدم بود، ناراحتم بودم، تماشاگرها هم همونجوری گریه میکردم. بعد مربی اومد گفتش که همونجوری که باد میزد گفت عامل جان سگکش کن. بعد منم گفتم آقا ایکس، با گریه نبیتن بود، آقا به خدا من هنوز خاکش نکردم که سگکش کنم، اینم اینجا باید خاک کنی که سگک کنی. این یکی از خاطرات اون بود. ایشون هم مربی خوبی بود، برای من خیلی زحمت کشیده بود، ولی پیش میاد این یه جور جاهایی. خب باید مربی عاقبت اون کشتی هم که من باختم، باخت شما منتهی شد، یعنی با اینجور که میفرمایید که مسلم بوده دیگه. آره آره باختم و در این حال کشتی هم جز خاطرات بود. درود بر شما. آقا بریم یه تصویر خاطره انگیز دیگه ببینیم. به وسط میان، یک بار دیگه
منصور برزگر برای زیر خمش میره، زیر خم رو خوب بالا میاره، میخوابونه و یه خاک دیگه میکنه. یوشیدا رو بغل رومی میخواست بکنه ولی منصور برزگر ولوش میکنه، با تو سر گردنش کار بکنه و بره سراغ کنده کشی، میاد روی سر گردنش و یوشیدا با سر از دوشک خودش میندازه بیرون. باید کشی رو در خاک داور ادامه بده، عقیده من اینه. حالا ببینیم که خودش نظرش چی هست. بله همین رو اجرا میکنه به خاطر اینکه برزگر کاملا او رو در اختیار داشت و او نتونست روی پاش یا سر سینه‌اش حتی بلند بشه و از دوشک بره بیرون. در خاک برزگر میشه، برزگر کمرشو میچسبه و میاد سراغ کتف این طرفش، پارو تو سگک میکنه، دست تو کندش میبره، حالا ولوش میکنه، رکاب میزنه، گوش میخوابونه. در خاکش هست، حساب امتیاز 3-1 به سود منصور برزگر میشه. 4 دقیقه و 11 ثانیه ما از آغاز مسابقه منصور برزگر و یوشیدا از ژاپن میگذره. کار سگک همچنان ادامه داره، روی سر گردنش منصور برزگر کار میکنه و سراغ چه خوشی میکشه جلو. داور سر پا میده، حساب امتیازشون 6-1 به سود منصور برزگر هست و 3 دقیقه از مبارزشون باقی مونده. برای زیر میره منصور برزگر. هیچ وقت من بدنم مثل اون زمانی که المپیک مونیخ بود نشد. نگارش میداره، همینطور دستش زیر کتفش هست. با همین کیفیت توی دقیقه هفتم رو ما میگذرونیم، یعنی 6 دقیقه و 15 ثانیه میگذره و کار برای منصور برزگر این کشتی فوق العاده مهم هست. اتفاقا در اطراف منصور برزگر کوبا هست و آلمان و کانادا و بعدش هم گوسف، یوری گوسف از شوروی که شماره قرعش 5 هست. منصور برزگر زود به یوری گوسف میخوره، یک بار دیگه زیر یه خم از منصور برزگر میون کوب میکنه یوشیدا رو و یوشیدا رو خاک میکنه، میره که یه پل، نه به پل نمیره یوشیدا، برمیگرده یه دو نمره میباس بهش بدن. اینجا حداقل قضیه این بود. داور سوت میزنه ولی یوشیدا رو کرده بود. یک نمره نصیب منصور برزگر میشه، حساب امتیاز منصور برزگر به 7-1 میرسه. 7-1 به سود منصور برزگر. ما دقیقه هفتم مسابقه رو، یعنی 6 دقیقه و 40 ثانیه اینجا میگذره که منصور برزگر 7-1 6 نمره از حریفش جلو هست. یک بار دیگه برزگر هر دفعه که بره میتونه خاکش بکنه، یه دفعه دیگه روی سرگردنش پیش میده زورو، میره به پشتش پات روش میکنه، بخوابونه، میخوابونتش. 9 دقیقه تموم، منصور برزگر این کشتی رو با حساب 12-1 به سود خودش خاتمه میده و یک کشتی خیلی خوبی بود که منصور برزگر در اولین کشتی موفق میشه حسابشو باز رقیب ژاپنیشو به حساب 12-1 با امتیاز شکست بده و نیم نمره منفی بگیره. دست برزگر به عنوان کشتیگیر پیروز در این مسابقه در اولین دیدار دومین روز مسابقه بالا میره و ما رو خوشحال میکنه. ماشاءالله ماشاءالله، یادش بخیر. شیر مادرتون حلالتون. آقای عامل یه چیزایی گفتن، حالا ما که تیکه‌هاشون جاودانه شده. اصلا آدم حال میاد. شما کدوم تیکه‌شون رو خیلی دوست دارین از تیکه کلامشون؟ والا الان ما تو بقالی هم که میریم میگن شیر مادر نان پدر. خسته نباشی پهلوان، خسته نباشی دلاور. خب تیکه های جدیدی رو آوردن توی مفسریشون بعد تفسیر میکنن و تماشاچی رو به وشت میارن، چه آروم، حالا سیعه کرده، حالا زد و اینا، به این صورت نیست. و هیجانی که به خودشون دست میده داره اون کشتی و اونو انتقال میدن به تماشاچی. این خیلی نکته جالبیه. بله و استاد. این کسایی که اون بر نشستن شروع میکنن به هیجان میان و میرن تو ببینن کشتی چه جوری شد، چی بود. خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. آقای عامر، چون شما کشتی گیرین، من احساس میکنم که دلتون میخواد به همه متوجه این بشن که یعنی چی. من چون پیش خودتون میگم من اون وسط بودم، من اونو تجربه کردم. باور کنین وقتی مثلا میاد اون باراندازا رو بزنه، اون فشاری که میره تو دنده و کشتیگیر یا سگکی که میشینه یا کتفی که میکشه یا یادتون فنون. آره و دقیقاً فکر میکنم الان خودم دارم کشتی میگیرم. و این خیلی مهمه که اینو تماشاگرها میکشی به اون سمت و اصلا بتونم اینم به مردم انتقال بدم. کشتی چهارم حسن یزدانی با این دیوید تیلور 3 تا کشتی گرفته بود، باخته بود. اولا که من بچه‌ها رو، کشتیگیرا رو واقعا دوستشون دارم، یعنی مثل برادرم، مثل بچه‌ام، مثل، یعنی عزیز من هستن همشون. در از زمانی که کشتی گزارش می‌کردم تو همین 37 سال همیشه، من حسن یزدانی هم خیلی دوست دارم. مثلا علی دبیر موقعی که المپیک کشتی می‌گرفت، آقا رسول و خادم و چه بچه‌ها همشون رو دیگه، حمید سوریان رو، همه بچه‌ای که طلا گرفتن تعدادشون زیاد وقت گرفته نشه، خیلی دوست دارم. این کشتی که تو نروژ بود 15-16 ثانیه دو تا کشتیگیر رو دوشک بودن، داور دیر اومد.
این 15-16 ثانیه استاد بازیگر برای من 10 سال طول کشید. اینقدر استرس داشتم، دوست داشتم زود اون زمانی کشتیم. که اونا دست به دستم دست بدن. بعد من فرداش رفتم به رئیس کمیته داوران اعتراض کردم، به لالویز اعتراض کردم، گفتم آقا شما کشتیگیر نیستین، 16 سال دو تا قهرمان رو گذاشتین اون وسط، داور چرا دیر بیاد؟ بعد معطل کردین اونا رو. داور خیلی... از قبل از اونا بیاد. داور به خیلی اعتراض کردم، هم به اون هم به رئیس کمیته داوران. بعد خودم باور کنین 16 ثانیه 15 ثانیه نمیدونین چقدر به من گذشت. یا وقتی که کشتی گرفت اون آخرای تو المپیک اون 10 ثانیه این خاکره شد، چقدر من گریه کردم اصلا. آخه آره دیگه، اصلا داستانا یه چیز احساسی، یه چیز خاص خودشه. یعنی بعض وقتا استاد بعضی چه سالیه این که میفرمایین؟ این که مربوط به نروژ بود که ما برخوشختمه سما پیش. آره بعد تازگی بود، باز المپیکش هم که خب تو ژاپن بود، همین المپیک تابستونی بود. و باور کنین اینو میگم، من بعض وقتا هست تو کشتی تو گزارشام اگر یه عمل جراحی رو من بکنن نمیفهمم. یعنی اینقدر میرم تو ذوب کشتی میشم، میرم تو خلسه، تو حس خاصی میرم، اصلا نمیفهمم چی دارم میگم، خودم هم نمیفهمم. همینجوری میگم دیگه، نمیدونم حالا چی جوری خود بعض وقتا هم یه چیزای اشتباه ممکنه بگیم، ولی واقعا اون حس دچار استقراق میشه، غرق میشه. بعض وقتا به خدا استاد خیس عرق شدم با یه گزارش. جانا یه سوال خاص دارم، باز چون شما کشتی رو تجربه کردید میتونید اینو به ما بگید و هر کدوم ممکنه نظر مختلفی داشته باشید. چند درصد مواقع وقتی وارد میدون میشید با حریف روبرو چش تو چش میشید، اون لحظه اول که به خودتون میگین من اینو میزنم واقعا میزنید؟ چند درصد مواقع حدس خودتون همون اول در انتها میشه نتیجه بازی؟ خب ببینید، این بستگی به اون سابقه اون کشتیگیر داره، به اون کشتیایی که قبلا باهاش گرفتی اگه گرفته باشی، و اون بیوگرافی که اون کشتیگیر داره. یا واقعا از کشتیگیر خب خوبه دیگه، مثلا عنوان داره از نظر کلاس کشتی. ممکنه ما این حال ممکنه تو اون لحظه بگیم من این کشتی میتونم ببرم. آره شده این شده نتیجه هم همین بشه. من یه کشتی بود خیلی تعریفم خوب بود، یه اسم اجزه بیدی نبرم، وقتی وارد شدم گفتم من اینی میبرمش، ولی باختم، ولی تلاشمو کردم، خیلی تلاش کردم، یعنی از جون مایه گذاشتم ولی زورم نرسید. شما نظرتون راجع به اون حس اول چیه؟ ببینید نمیدونم، هیچ وقت فکر نکردم که این بازوش کلوفتره، این زورش بیشتره، این چون من تمرینایی که میکردم همیشه با دو از بالاتر خودم تمرین میکردم. و این صحبتی که شما میکنی من اینه میبرم، نه من همیشه میرفتم که ببرم، هیچ وقت نمیرفتم. حس اولیتون همیشه این بوده که اصلا هیچ وقت نمیرفتم که ببازم. البته خب خیلی هم باختم. نه این که مسلما هر موقع آره. به میدان میرید به عنوان ورزشکار میرید که نه ببرید. نه یه موقع آدم حریف خودش قوی تر میبینه، حریف خودش قوی میاد، نکنه من به این ببازم، نه من اینه میبرم. این حالت به کشتیگیری که خب، ولی من اینجوری نبودم، هیچ وقت این حس به من دست ندیده که بگم آه من من میرفتم که حتما ببرم. تا به حال نشده تو همون سرشاخ شدن اول تو دلتون خالی شه بگی اوه میبازم. من از حریف ضعیف‌تر بودم ولی همیشه میپیچیدم باش و بعد میدم ازش پوان گرفتم و بردم. این همون چغره بد بدن میشه؟ دقیقاً نمیدونم رزبل بعد افتادم. این حالت تو من بوده که من خب با خیلی خیلی سالا کشتی گرفتم ما اینا. جالب ترین تیتری که در مورد خودتون در روزنامه یا مجله ها دیدین چی بوده؟ من شما بفرم یا شما بفرمید. من وقتی خدافیسی کردم یه خبرنگاری داشتیم، خدا بیامرزدش، آقای لطیف، هیچ وقت مثبت نمی‌نوشت، ولی اونجا تیتری که زد خدای پهلوان با کشتی خیلی به من چسبید. ای جان قربون خندتون. شما چطور؟ شما چه تیتری یادتون میاد که براتون جالب بوده؟ یه تیتری برای گزارشگری برام، یه جوونی زده بود که عامل عاشق مردمه. این بهم خیلی اینو دوست داشتی. واقعا هم عاشقانه برای مردم گزارش میکنم، عشق خیلی قشنگه.
آخ جون الان وقتشه بریم، اگر موافق باشین شما بزرگواران اجازه بدین به اتفاق مردم عزیز و مهربونمون چند تا از تیک کلام ما از گزارش‌های جذاب شما رو ببینیم، یه خورده حال بیاییم. ولی گریفا می کانال رو پار درگیر میکنه و به دنبال سالتو برانداز هست. یه سالتو برانداز، چهار امتیاز، چهار امتیاز. شیرواد در نان پدر حلال دلاور، چهار امتیاز، چهار امتیاز. شیرین کسر میکنه از هر این چه سالتو برانداز دیدم. باور کنید در مسابقات المپیک دیف کردن حریف، کندن حریف عکس العمل نشون میده. کار سخت و دشوار هست. چه سالتو براندازی، حالا یه دستور از کشگیر کوبا، این هم یه کشگیر نیست که به راحتی امتیاز بده. حالا پنج امتیاز نیست کمرگیری، یا کمرگیری از کشگیر کوبا وسن میکنه که کمرگیری خودشو به اجرا بذاره. بله خیلی جالب بود، گفتم که خودش وجدآور کشتی و وفادار به کشتی. بله بله، عشقش میدونه که فقط کشتی گزارش بکنه. آقا بازیگر، این مسابقه المپیک بود، من اگه بلند میشدم رو سرمون دوربینای ژاپن بود، گفته بودم بلند نشه ارجات. ولی یه مسابقه بود تو 10 سال پیش، مسابقات جام جهانی بود. زامولا تدیوف گفته بود که ما اگه تیم پنجمون ششمون هم بیاریم تیم ایران میبریم. من خیلی ناراحت شدم از این حرفش، خیلی ناراحت بودم. بعد بچهای ما همینجوری که یکی میبردن ما جلو میافتادیم، باور کنین بلند میشدم راه میرفتم مثل همینجا زیر میگرفتم که بچه هایی که بچه ها با موبایل گرفته بود، خودم باور نمیکردم من اینجوری. بعد چیزم داشتم از این، یعنی دستم نبود، این هدفون هست داشتم، بعد میتونستم راه برم خودم دیگه قشنگ، چون هی بچه ها بردن هی بردن. بعد این زامبرا تدیوف هم دیگه چیز شد حرفش به کرسی ننشستن، بدونه که بابا بیشه کشتی ایران هیچگاه خاله از شیر نیست، همیشه شیر شیران بزرگی مثل استاد و شاگردان ایشون داشته. و استاد یه مسئله بگم، شاگردان زیادی هم تعبیر دادن. درود به شما، مرامتون و مخصوصا این احترام ها خیلی قشنگه، خیلی حال آدم خوب میکنه، خیلی آموزنده است. اگر سوار ماشین زمان بشیم، عمر شما رو برعکس برگردیم، همینجوری وقایع رو ببینید، به عقب بریم، به عقب بریم، به عقب بریم، کدوم ایستگاه زندگیتون میگید اینجا نگه دارید، اینجا نگه دارید من پیاده شم دوباره میخوام این حال و هوا رو ببینم؟ کدوم ایستگاه برای شما جذابتره، خاطر انگیزتره یا دلتنگش هستید؟ در چند سالگیتون، در چه مقطعی، در کجا؟ شما استاد اول بزرگترین. حالا من همه ایستگاه‌های زندگیم خاطره است. ما 6 تا برادر بودیم، توی یه خونه زندگی می‌کردیم، یه کاسه داشتیم، توی این غذا می‌خوردیم، همه یکی یا قاشق. بعد یه برادری داشتیم حسین، مثلا یه دفعه ته غذا گوش کوبیده رو یه دفعه برمی‌داشت در می‌رفت. تمام اون وقتم خب کولر نبود، چیز نبود، همه تو حیاط بودن، همسایه‌ها رو پشت بودن، همه تو خونه ما سر می‌کشیدن. من واقعا دلم می‌خواد که اون دوران زنده بشه و ماها دوباره دور هم جمع بشیم، که البته نمیشه. همه شیرین بود. انشالله که نور امید الهی تو قلبتون بسیار باشد. شما چه کدوم ایستگاه؟ خب ایستگاه زیادی هست، انتخابش هم خیلی سخته، اما من وقتی پدرم فوت کرد مادر تنها بود، مرتب سر می‌زدم، الانم سر می‌زنم. اون موقع هنوز تو بستر بیماری نبود، یعنی افتاده شده دیگه الان نمی‌دونم، ولی خب خودش اون موقع 3-4 سال پیش قضا درست می‌کرد. من می‌رفتم که روز هفته یه بار دو بار می‌رفتم، فقط قضا رو با مادرم می‌خوردم، دستپختم خیلی دوست دارم غذا مامانت، خوشمزه دیگه صحبت می‌کردیم با هم، لذت خیلی خوبی برام، ایستگاه خیلی قشنگی، ایستگاهی که بیشتر باز با مادر باشی، مادر بودم، دستپخت مادر رو. و بفرمایید که اگر بگن این محال ممکن میشه، چه محالی؟ یکی از درگذشتگان رو میتونید صدا بزنید و 1 دقیقه میاد، از درگذشتگانی که حالا از عزیزان، دوستان، همکاران ورزش، هر کیو که شما الان تو این لحظه یهو دلتنگش، یهو همین لحظه فکر میکنید بیشتر از همه دلتنگ کی هستید، فرض کنید میتونید صداش کنید، 1 دقیقه میاد، شما چه کسی رو صدا میکنید از کسانی که دیگه دستشون از این دنیا کوتاه است؟ من مادرم رو صدا میکنم، خیلی
خیلی زجر کشید و خیلی من دوستش داشتم و ماها رو بزرگ کرد. وقتی پدرم مرد بهش گفتن شوهر کن، جوانم بود، گفت من شوهر نمی کنم. برادرم گفت شما مرد بشید، خرجی بدید، من بچه هم بزرگ کنم. و وایستاد، پای مردی کرد و منم تا آخر عمر باهاش بودم. دوستاش کربلا بره، فرستادمش مکه، فرستادمش هر کاری که میتونستم واسش کردم. و از خانومم تشکر میکنم، 14 سال با مادرم از زندگی کرد تا زمانی که مادرم تو بغل من دیگه عمرش داد. خدا روحشون شاد باشه. تو اون 1 دقیقه‌ای که اگر این محال ممکن بشه شما چی کار میکنید؟ چی میگید به مادر؟ نمیدونم جان، جان نمیدونم. خیلی حرف داریم. شما چی؟ خب من مادرم خدا رو شکر قید حیاته، ولی اگه اون محالی که میگین، خب طبیعتاً پدرم رو دوست داشتم ببینم و باهاش صحبت کنم و ازش تشکر کنم. ای جانم، روح همه رفتگان شاد. امیدوارم که یه خواب ببینی، تو اون خوابه برای شما مادر، برای شما پدر اینقدر شفاف باشه، اینقدر خوش بگذره تو اون خوابه بهتون. وقتی بیدار میشی میگی انگار زنده شده. حسابی که بریم تصویری ببینیم از خاطراتی که ساخت. 43 ثانیه فرصت هست. دیوید برنده مسابقه است. طبیعی است که بخواد اداره به گل دو خبر بگیره. حریف رو به زیبایی بالا میاره. یک خاک یه دنبه. واقعا جا داشت که به این بنده نمره بدن. بخاطر اینکه خیلی زیبا. اینجا پس خاک کرد. چه یه میدن. سه نمره رو نشون میدن. باید ببینیم که وضع چه گوده است. دو نمره میدن. حالا اینجا میتونستن سه نمره بدن. سه نمره رو باید میدادن. در خاک قرارش میدن. نتیجه 4-2 میشه. میتونست نتیجه 5-2 باشه. 33 ثانیه تا پایان کشتی فرصت است. دوباره ساعت رو عوض میکنن. 4-3 نتیجه درست و واقعی هست. چون سه نمره رو گرفته بود. میره برانداز رو انجام بده. خطرناک هست. و باید سعی کنه که برانداز رو بده. مدال طلا در چنگ ماست. و مدال طلا ارزنده هست. جامعه تهران این. مدال طلا پاسخ شایسته است برای این مردم. آفرین به این کشتیگیر که در 11 ثانیه باقی مونده بدون تردید سعی خواهد کرد که برتری خودش رو حفظ کنه. حیدری نیم نگاهی میکنه. 4 ثانیه. بله بله، اینم یادی از گذشته. خب دیگه رسیدیم به جمله طلایی به عنوان کلام آخر. محبت بفرمایید از کوله بار تجربتون در زندگی، ورزش و هر آنچه که شما می توانید به عنوان یک چراغ راه به ما بگید، یک جمله طلایی به ما هدیه بدید. حالا اول شما بفرمایید آقای بازیگر، بعد شما بفرمایید استاد. اول هر طور که سرور ماست یک جمله به ما راهکار. چیزی که نمیتونم بگم فقط اینو واسه بگم میدونم، یعنی چیزی که من فهمیدم اینه که انسان اول باید ببینه کجا هست و بعد ببینه به کجا میخواد بره. حالا شاید به اون هدفش نرسه، ولی حداقل تا پای قله میره. وقتی هدف مشخص بشه و جات هم مشخص بشه مطمئناً موفق میشی. ولی اگه هدفت مشخص نباشه و ندونی از کجا هستی و به کجا میخوای بری، مطمئناً به هیچ جا نمیرسی. خیلی متشکرم. شما بفرمایید. خب من ابتدا به یه مطلب اشاره میکنم که حالا کوچیکتر از این چیزی هم بخوام من بگم، یعنی درس بدم یا بخوام بگم اینجوری باشن، ولی خیلی دوست دارم که همه انسان‌ها به حقوق هم دیگه احترام بذارن. این حقوق دیگه شامل همه چیز میشه، تو همه چیز، تو رانندگی، تو بیزینس، توی رفاقت، توی همه چیز. به حقوق انسان‌ها که انسان‌ها اثر خدا هستند احترام بذارن. اگه ما این به حقوق انسان‌ها احترام بذاریم انگار به خدا احترام گذاشتیم، چون انسان هم اثر خداست. خیلی ممنونم از کلام طلایی هر دو بزرگوار. ساده، ورزشکاری، بدون پیچیدگی حرف زدید.
خیلی هم اثرگذارتره، خیلی هم آموزنده است. ممنون که انقدر خاکی و بی ادعا هستید، اما کارتون درسته. بنده واسه افتخارم بود میزبان شما بودم. اگه خستتون کردم، اگه قربان زمان زیاد گذشت ازتون عذرخواهی میکنم. بزرگان ما هستید. به پاس یک عمر زحمت شما، تلاش شما، سختی هایی که کشیدید و افتخار هایی که آفریدید، افتخارات رو به گوش همه رسوندید. از جون، از دل مایه گذاشتید، با عشق کار کردید. خودم قلبن سپاس گذارم به نمایندگی از همکارانم در چلتیکه. ازتون قدردانی میکنم و همینطور جسارت میکنم از طرف مخاطبان که با بنده هم نظرن. بسیار بسیار از شما ممنونیم که برای این خاک زحمت کشیدید، با دل پاک زحمت کشیدید و از خدا براتون طول عمر و عزت و سلامتی میخوام، همچنین خانواده های محترمتون. ما در چلتیک سروستانی داریم، در اون سرو میکاریم. در این فصل سروی میکاریم که اسمش ارسه. این سرو سرو کوهی است، هزار سال عمر میکنه، از کهن‌ترین درختان جهان و از نمادهای کشور عزیزمون ایرانه. این رو مزین میکنیم، نهالهای ارس رو، برای هر کدوم یک درخت. به نام نازنین شما، بسیار ارزشمندید برای کشور و جز ثروت‌های ورزشی کشور هستید. خیلی خیلی ازتون ممنونم و بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. همینطور با امیدوارم بپسندید و بپذیرید از ما. از همراهان عزیزمون در چلتیکه سپاسگزارم که با صبوری ما رو دنبال کردید. امیدوارم به اندازه ما لذت برده باشید از این گفتگو با دو بزرگوار عزیز ورزش کشورمون. و دیگه تقاضای همیشگی دلگرمی ما هستید و دستتون رو از پشت ما بر ندارید. حق پناهتون، خدا نگهدارتون یا حق. خیلی ممنون استاد. بفرمایید. بفرمایید. خیلی متشکرم. آقا دستتون درد نکنه. تمام نکنه. بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.